درود بر تو، خوش اومدی. فقط یک لازم است سوال فریدون هم بپرسم، چون چندی بار تکرار کرده اینو. گفته که جمهوری بی خدایان آرمین، چرا یک کشوری مثل ایران به خاطر نقض حقوق بشر تحریم میشه ولی اسرائیل و عربستان نمیشه؟ آیا این دموکراسی ها رو هم تحریم میکنن؟ عربستان به خاطر اینکه کلی روابط نفت داره از لحاظ اقتصادی، ایران هم داره. آره ولی خب هم نفت داره و هم از لحاظ اقتصادی رابطه‌ای مستقیم و خوبی داره با این کشورها. خب فکر کنم تعادل روابطشه. چی؟ فکر کنم ایران بزرگترین مشکلش روابطشه که اونقدر رابطه‌ای که کرده. من دارم میگم اینا منبع نفت اصلی این کشوراست. بیان تحریمش بکنن که اقتصادشون سقوط میکنه. نفتشون از کجا بیاره؟ ایرانو که از دست دادن بعد از انقلاب اسلامی، بعد عربستان هم دست بدن به خاطر تحریم، مگه میشه؟ اینا اقتصاد چیزه متاسفانه، یعنی خب نمیشه داره به انسانیت، آره به حقوق بشر. شما این سال علی چیز بگم، اسرائیل نقص حقوق بشر بسیار زیاد داره ولی قابل مقایسه نیست با نقص حقوق بشر جمهوری اسلامی و عربستان. خب یعنی من هیچ وقت انکار نمی کنم نقص حقوق بشر اسرائیل و بسیار نقد می کنم از این نقص حقوق بشر اسرائیل. خب ولی اگه بخوام یک سطحی رو در نظر بگیریم، من که چقدر نقض حقوق بشر لازمه که یک کسی مثلا یک کشوری بیاد تحریم بشه، من فکر کنم کشورهایی مثل جمهوری اسلامی، عربستان و اینا اصلا بالای لیستن. یعنی اسرائیل به اسرائیل نمیرسه. خب البته بگم دفاع نمیکنم از نقض حقوق بشر اسرائیل، ولی خب دارم میگم خیلی درجهش بسیار فرق داره. ولی خب عربستان اگه بخوایم بیشتر بگیم تا اسرائیل، آره عربستان همون چیزی که به خاطر اینکه اگه عربستان رو تحریم بکنن، این همه این کشورها نفتشون از کجا بگیرن؟ بالاخره اقتصادشون سقوط میکنن. یه اسرائیل در طور تاریخ موجودیتش فقط دو نفر رو اعدام کرد. مگه حقوق بشر رو وقتی درباره نقض حقوق بشر اسرائیل صحبت میکنیم، درباره کاری که با خود اسرائیل یا کردن صحبت نمیکنیم؟ ما داریم درباره فلسطینی ها صحبت میکنیم. فکر کنم شما اینو میدونید. برای کاری که با فلسطین خیلی بیشتر از اون مسئله اعدام، حالا اصلا تو اصلا هیچ کس هم اعدام نکرده باشه، اما بله حقوق حقوق اسرائیلی ها بسیار رعایت میشه توی اسرائیل، مخصوصا اسرائیلیایی که عرب نیستن مخصوصا. ولی یه چیزی که هم بگم، یعنی ما نمیتونیم بیایم بگیم که خیلی، من یه سوال ازت بپرسم، یعنی چیزی بگم، یعنی یه جوری هم ما باید محدودیت های دنیا رو باید در نظر بگیریم. یعنی نمیتونیم بگیم ای چرا این جوریه. یعنی قابل تصور، بعضی از موقع وقتی نگاه میکنین که دنیا چجوری کار میکنه، اقتصاد چجوری کار میکنه، سیاست چجوری کار میکنه، میفهمید که نمیتونست غیر از این باشه. خب و ما وقتی که اینها رو در نظر بگیریم، اون وقت اگه بخوایم یه چیزی رو عوض بکنیم، دنیا رو مقدار بهتر بکنیم، باید محدودیت‌های سیستمایی که تو دنیا کار می‌کنه رو بشناسیم که بتونیم تاثیر بهتری داشته باشیم. مگر نه اگه بخوایم بیام انتظار داشته باشیم که مثلا میگیم آه چقدر بده که مثلا این کشورهای غربی که نفتشون از عربستان میان می‌گیرن، عربستان رو نمیان تحریم بکنن. خب ولی یه مقدار سطحی یعنی متاسف باید بود، ولی اگه انتظار داشتید که بزرگترین اقتصادهای جهان که اینقدر به نفت برای اقتصادشون احتیاج دارن بیان حقوق بشر رو بذارن اولویت بدن به این که بتونن منبع تمام انرژی هاشون رو دست بدن، یعنی یه مقدار انتظاری که دارین، ببینید من میخوام بگم انتظاراتتون باید عوض بکنین، ولی به نظر ممکنه شما برداشت اشتباهی بکنین. چون اگه بگم انتظارتون اگه این باشه سطحیه، انتظارتون سطحیه، ممکنه به نظرتون برسه که دارم توجیه میکنم که این کار اخلاقی یا درسته. خب من میگم که غیر اخلاقی بودن سیستم هایی که روی دنیا حاکمه
قابل پیش بینیه، به خاطر اینکه اینا سیستمن بالاخره، یعنی یک موجود سیستم ها احساساتی نیسته. خب ما باید این سیستم ها رو جوری که هستن بشناسیم که بتونیم تاثیر بهتری داشته باشیم. نمیدونم آیا دارم میفهمم منظور ما رو توضیح میدم یا نه. بابک چی می‌خواستی بگی؟ ببخشید. نه هیچ، من فقط می‌خواستم بگم که فریده میگفته که ولی سازمان ملل که بی‌طرفه، با تحریم‌های اعمال کنه علی عربستان. سازمان ملل چجوری میتونه بیاد تحریم‌هایی رو اعلام بکنه وقتی که اعضایش کشورهایی هستن که میتونن بیان ویتو بکنن؟ سازمان ملل محدود به اراده اعضای سازمان ملل. یک سازمان مستقل از اعضای امنیت. آره درست. آره یکی این بعد یه مدل دیگه، این که نمیدونم این آمان جالبه اما سوال شما آماری، یک سوال، چرا پرنستارا عقب طرفدار فلسطین و حزب الله هستن؟ من نمیدونم این آمار رو کجا رفته نظر سنجی کرده، اما سوالش جالب بود برام. ببینیم ما طرف، یه چیزی هم باید حواسمون باشه، ما نباید بگیم طرفدار اسرائیل طرفدار فلسطین و اینا. منظور باید ببینیم منظورمون چیه. ما وقتی میگیم طرفدار فلسطین، خب آیا داریم میگیم طرفدار مردم فلسطین یا طرفدار حکومت‌های فلسطینی، خب یا طرفدار وجود داشتن فلسطین؟ خب وقتی خب یعنی یا آیا میگیم ما طرفدار اسرائیل هستیم، آیا میگیم طرفدار چی؟ طرفدار حکومت اسرائیل؟ من به شدت علیه حکومت اسرائیلم. خب من طرفدار وجود داشتن اسرائیل هستم و طرفدار مردم اسرائیل هستم و به شدت علیه حکومت اسرائیل هستم. خب برای همین باید بگیم منظورمون چیه. خب حالا من نمیدونم این پرنسترها میگه در جنگی که یک سال پیش بین اسرائیل و حماس بود، اغلب بازیگرها و مدل‌های پرن مستقیم از فلسطین حمایت کرده. خب اکثر پرنستارها یه مقدار چپی هن دیگه. خب و اونا توی تحت تاثیر افکار چپگره ها قرار میگیره. حتی تو اون قضیه فکر نمی کنم اکثر پرنستارها، اتفاقا من نمیدونم، ولی من خودم دنبال نکردم. اکثر پرنستارها چپگرا هستن. اکثر بازیگرای هالیوود هم شاید اینجوری بوده باشن، یا مثلا اکثر بازیگرای هالیوود و پرنستارها و هنرمندها، نقاشها، شاعرها، اکثرشون چپن. یعنی راستگرها اصلا ضد هنرن. ضد خب من دو تا چیز میخواستم مطرح کنم. یکی اینکه من دیر رسیدم میکنم به برنامه امروز. یه دوستی داشت در مورد یه پارادوکسی صحبت میکرد که من آخرش رسیدم. یعنی فقط اینو شنیدم که در مورد دو تا صفت داشتید صحبت میکردید و گفتید که پارادوکس داره. خیلی متوجه نشدم، البته تا جایی که متوجه شدم فکر کردم که یه ایرادای این خود استدلال دوستمون داره. و یکی در مورد این بود، یکی هم در مورد بحث اخلاق می‌خواستم صحبت کنم. هر کدوم که فکر می‌کنید بهتره اخلاق بگو چون اونو دیگه زیادی بحث کردیم. باشه، در مورد اخلاق یه عبارتی گفتی که یعنی هدف کسایی که اعتقادی به خدا ندارن در امور اخلاقی کاهش زجره. یعنی یه هدف کاهش زجره، درسته؟ من هم چرفش نزد، من نگفتم که چرا تو همین ویدیو. نه حالا اصلا کلا هدف اخلاق کاهش زجره. نه دو تا چیز گفتی جفتش اشتباهه. خب من نگفتم کسایی که بی خدا هستن این هدف رو دارن. خب بی خدایان بسیار با هم فرق دارن. اصلا ما بی خدایانی داریم که هدفشون افزایش زجره. خب من اشتباه بود، درسته، حق با تو، عبارت من اشتباه بود. اگر یک تعریف تو از اخلاق اینه که باید اخلاق تعریف اینجور باشه که برای کاهش زجر آنچ امور اخلاقی هستن که بهترین، من میگم بهترین تعریف برای اخلاق تعریفیه که هدفش کاهش زجر بشه، درسته؟ یعنی با افزایش کاربرد، افزایش بهزیستی، کاهش زجر. خب تعریف اخلاق یه چیزی ذاتی که نیست. خب ما خودمون تعیین میکنیم. خب من نمیگم تعریف اخلاق این هست، من میگم بهتره که این باشه. ما میتونیم تعیین بکنیم که چی باشه و بهتره که تعیین بکنیم این باشه. درست. من حالا یعنی سوال من اینه، فرض کن که من یک بی خدام
و دنبال اینم که یعنی یک ریشه‌ای برای امور اخلاقی خودم پیدا کنم. درسته؟ از نظر تو بهترین چیز اینه که یعنی من هدفمو تو زندگیمو بذارم که هدف کاهش زجر باشه و اون وقت میشم یه آدم اخلاقی. درسته؟ بر اساس تعریف ما بله. آره بر اساس تعریفشون. خب من اینو میخوام در مورد این یکم صحبت کنم. یعنی این عبارت رو میتونم به این تغییر بدم که هدف کاهش زجر خودم باشد. ما تعریفی که داریم از این که چی اخلاقیه اینه که باعث به طور کلی باعث کاهش زجر بشه نه فقط ما اصلا تنها چیز تنها زجری که ازش آگاه هستیم زجر خودمونه دیگه. نه من چطور؟ من اون روز که سگم پاش یه بلایی سر پاش اومد شروع کرد گریه کردن آگاهی داشتم از این که سگم داره زجر میکشه. چطور آگاهی داشتی؟ یعنی به صورت عصبی داشتی دریافت میکردی که درد اون رو دریافت میکردی زجر اون رو میفهمیدی؟ یا همزاد پنداری میکردی؟ همزاد پنداری. ببین داریم وارد متافیزیک میشیم که چجوری ما میخوام بگم که ما اگر هم زجری از کسی داریم تصور میکنیم تصور ماست و از طریق همزاد، یعنی میگم اگه این اتفاق برای من افتاده بود اینقدر زجر داشت، از طریق همزاد پنداریه. یعنی هیچ درکی از زجر بقیه موجودات به جز خودمون نداریم. درسته. ببین ولی ما داریم استدلال میکنیم. یعنی تو الان میخوای بیای بحث عوض بکنی به اینکه ما بدونیم آیا میدونیم که از کجا میدونیم که چه چیزی خارج از درک ما اصلا وجود داره یا نداره؟ چون اگه بخوای این صحبت رو بکنی اگه بخوای این صحبت رو بکنی که ما دیگه وارد یه بحث دیگه میشیم. مثلا من اصلا میتونم بیام صحبت بکنم که اصلا من از کجا میدونم علی اصلا وجود داره. خب تو مثلا میتونی تصور من بشی. نمی‌دونم چه بخوای وارد اون بحث بشی. نه که اصلا هیچ چیزی غیر از من وجود نداشته باشه. من فقط این تعریفی که برای اخلاق میکنی که میگی هدف کاهش زجر هست میتونه تبدیل به این بشه که هدف من کلن کاهش زجر خودم باشه و اصلا این با اخلاق در یعنی هیچ ارتباطی با اخلاق نداره. خب ببین علی ببین دو تا بحث. خب ببین وقتی میخوایم داریم سیستم های اخلاقی معرفی میکنیم خب بیشتر داریم در برای این صحبت میکنیم که بیایم چه قاعده هایی رو بیایم رواج بدیم، چه ارزش هایی رو بیایم رواج بدیم. خب چه سیستم هایی رو بیایم به جامعه معرفی بکنیم. خب اگر هدفمون کاهش زجر، خب کاهش زجر، خب برای زندگی شخصیمون، خب برای زندگی شخصیمون یه جور دیگه صحبت میکنیم. خب ولی تو میگی چرا باید کاهش بدیم؟ چون میخوایم. نه چرا باید رواج بدیم و اینکه چرا باید بخوایم که بایدی نیست میخوایم چرا میخوایم؟ یعنی تو میگی در یعنی توی ذات انسان این هستش که زجر همه جهان رو کاهش بده. همین که ما داریم بحث داریم میکنیم که چرا درباره اخلاقی ها داریم صحبت میکنیم نشون میده که انگیزمون به یک دنیای بهتره. خب من یعنی اصلا وارد این بحث نمیشدیم. ما این انگیزه من دنیا بهتر برای خودم میتونه باشه. خب ما اکثرمون انگیزه داریم که دنیا رو برای همه بهتر کنیم. خب برای یه دنیای بهتری چیز داریم. نه فقط این از کجا میگی اکثرمون انگیزه رو داریم؟ شاید تو این انگیزه رو داشته باشی. میتونم قبول کنم. ولی از کجا میگی که اکثرمون انگیزه رو داریم؟ برای اینکه ما یک حیوان جامعه‌گرا هستیم. ما یک حیوانی هستیم که از لذت از تجربه کردن لذت بقیه هم نوعهامون لذت میبریم، از زجرشون زجر میکشیم. تو میتونی زجر یک موجود رو نبینی یا ندیده بگیری به خاطر همین که نمیبینی هم پفنداری هم نمیکنی، یا لذت همون لذتی که این کفر دیگه داری از دیدنش میبری همون لذت اگه خواهی تجربه کنی احتمالاً بیشتر لذت میبری. اکثر انسان ها اگه ازشون بپرسی که ترجیح میدن که زجر بقیه رو نبینن یا اینکه زجر بقیه حذف بشه، ترجیح میدن زجر بقیه حذف بشه. خب یه این انگیزه برای این انگیزه توی انسان ها وجود داره که دنیا دنیایی باشه که سلامت، صلح، امنیت، آرامش توش وجود داشته باشه. برای اکثر انسان ها
اگه بگین که آیا تأسف میخورن از اینکه جای دیگه جنگ وجود داره، فقر وجود داره، از شکنجه بقی مثلا مردم توی یه جایی دارن، آیا اینو خوب میبینن بد میبینن؟ خب تقریبا اکثر انسان ها همسو هستن. ببین روش این که مثلا حالا چجوری قرار به اینجا برسیم و اختلاف نظر اینو وجود داره، خب ولی این که سلامت خوبه، مریضی بده، فقر بده، خب برابری مثلا خوبه، اجازه میدی من اینا رو با هم هم نظریم و دوست داریم به این سو حرکت کنیم. میدونی چرا به این داری میرسی؟ عبارتی که میگی اگر ما از انسان ها بپرسیم که دوست دارن جای دیگه جنگ باشه یا نباشه، میگن ما دوست نداریم جنگ باشه. یا اگر بپرسیم که دوست دارن کس دیگه ای عذاب بکشه یا نکشه، میگیم که دوست نداریم عذاب بکشه. یه سوال رو عوض کنیم و به این جواب بدیم. بین این که من هر شب به جای چلو کباب نون خالی بخورم و توی یه جای دیگه جنگ باشه، یا اینکه هر شب چلو کباب بخورم و یه جای دیگه جنگ باشه، کدومو انتخاب میکنم؟ اگه از آدمو بپرسیم کدوم انتخاب میکنن؟ یعنی مثلا شبشون به جای اینکه چلو کباب باشه نون خالی باشه، بین یعنی کیفیت زندگی روزمره خودشون و جنگ در یه جای دیگه، کدومو فکر میکنن انتخاب میکنن؟ یعنی سوالتو من دارم عوض میکنم، چون بیس سوالت یه سوال یک پولیه، یعنی یک قطب داره فقط سوالت و جوابش هم به خاطر مشخصه. من برام مهمه، من درجه اهمیت خب کمتر از اون چیزی که من ترجیح میدم قبول دارم. خب مهم اینه که این انگیزه وجود داره. تو وقتی که این انگیزه وجود داره، ما یه چیزی داریم که باهاش میتونیم کار بکنیم. خب میخوام بگم این بیس خوبی برای اخلاق نیست دیگه. یعنی من اگه سوال الان تو سوال منو اتفاقا بیس خیلی خوبیه. خب اتفاقا ما نشون دادیم که بهترین سیستم هایی که باعث رفاه بیشتر و پیشرفت بیشتر و بهزیستی تعداد آدم های بیشتری میشه، سیستم هایی هست که حتی خودخواهی انسان ها استفاده میکنه برای جهت دادن. شما اگه یه چیزی به نفع شما باشه و به ضرر بقیه باشه، اکثر انسان ها اون چیزی که به نفعشون هست رو انجام میدن، حتی اگه به ضرر جامعه است. خب باید. ولی یعنی شما چیزی که رو زندگی شخصی خودتون تاثیر داره اهمیت بیشتری داره. خب باید. ولی چون زندگی مردم بقیه مردم هم اهمیت داره، ولی مثلا رتبهش مثلا ممکنه نسبت به زندگی شخصی شما مثلا 5-6-7-8-10، بس برای بعضی ها ممکنه مثلا رتبه 2 باشه، برای بعضی ها رتبه 1ه، یعنی همون مثل خودشونه. خیلی سایی که مثلا آدمای خیلی ایثارگر و مهربونی هم ممکنه اصلا همون درجه 1 باشه، برای بعضی رتبه 20ه، برای بعضی رتبه 5ه. خب برای کسایی که مثلا چیزن سایکوپاتن اصلا رتبه‌ای نداره، اصلا اهمیتی نداره، خب اصلا زجر بقیه اصلا براشون مهم نیست، ولی برای اکثر آدم‌ها یه رتبه‌ای داره، خب یه اهمیتی داره که بقیه هم خوشحال باشه. خب و این خوبیش بینه اینه که چون یک انگیزه وجود داره که بقیه هم خوشحال باشن، درسته که به اهمیتش به اندازه یه اهمیت خود شما نیست، ولی یه اهمیتی داره، یه چیز مثبتیه. برای همین ما اگه سیستم‌هایی بتونیم معرفی بکنیم به جهان که شما در جهت افزایش رضایت خودتون بتونید بقیه هم رو یه مقدار زندگیشون رو بهتر بکنین و یه احساس خوبی به شما دست بده، یعنی مثلا شما دارین یه احساس مثبتی دارین میکنین که زندگی خودتون دارین مثبت میکنین و به شما به این آگاهی به شما داده بشه که در جهت انجام دادن این کار زندگی یه نفر دیگر هم بهتر کردین، این یه نکته مثبت اضافه میشه. میگه که من یه پول خوبی امشب به دست آوردم، چه زندگی بهتر شد. بعد بگن که نه تنها پول خوبی به دست آوردی، زندگی فلانی هم به خاطر این کاری که کردی بهتر شد. یه احساس مثبتی میکنی، یعنی اینجوری نیست که برات بی ارزش باشه. خب این چیزی که داری میگی خیلی آره اپورتونیستی که آرمین، حرف من کاملا یه چیز دیگه است. من میگم بیا یه جور دیگه نگاه کنی. حرف من اینه که منابع محدود، من حرفم تموم نشد. من داشتم میگفتم که چون من میدونم که ما خودخواه هستیم، ما بیشتر چیزهایی که به طور مستقیم تو زندگی خودمون تاثیر داره برامون اهمیت بیشتری داره. خب ولی برای بهبود جهان همین که یه انگیزه ای داریم که بقیه رو خوشحال ببینیم، همین و بدونیم همین کافیه.
خب و دونستن این که رتبه اولم نداره، همین کافیه که بیام سیستم های رو معرفی بکنیم که مردم در جهت حرکت بهبود دادن زندگی خودشون، جهان رو هم دارن بهتر میکنن. همین کافیه، همین مقدار انگیزه کافیه. انگیزه زمانی مشخص میشه که طرف میخواد انتخاب کنه. همین که انگیزه در یک، یعنی از یه انگیزه دیگه پایین تر باشه، خود این باعث میشه توی بحث انتخاب فرد انتخابش بر اساس یه انگیزه بالاتری باشه. و از اونجایی که ما خودمون همیشه داریم با خودمون زندگی می‌کنیم، انگیزه پایین‌تر تأثیر داره، ولی توی انتخاب نهایی، تو انتخاب نهایی اون انگیزه‌ای به قول معروف کلید نهایی رو می‌زنه که بالاتره. نه داری صفر و صد فکر می‌کنی. دو چیز می‌خوای انتخاب کنی، نه سیاست، بحث انتخابه. تو می‌خوای بین دو چیز انتخاب کنی، یا اصلا من داری از ام مثال میزنی، دو انتخاب، یه جوری مثال داری انتخاب میکنی، اصلا سر تو چیز انتخاب کنی، تو میخوای یک انتخاب کنی. بذار من برای تو، داری یه زندگی، یه تیزی رو تصور میکنی که با زندگی واقعی فرق داره. خب من تو زندگی واقعی برات مثال میزنم، خب مثلا که یه موقع پیچیده تر از اینه که بیای بگی که حالا من کدوم انگیزه رو در نظر بگیرم، اینا با هم تناقض داره، یا باید به فکر خودم باشم یا به فکر جامعه. خب اینجوری نیست. خب توی مثلا تو الان سیستم کمونیستی رو با سیستم مثلا سرمایه داری تنظیم شما مقایسه بکنی، خب جفتشون هدفشون اینه که مثلا جهان رو بهبود بدن، خب یعنی بهزیستی رو افزایش بدن، جفتشون هدفشون اینه. خب درسته، هم کمونیستی هم ادعاشونه، آره هدفشون اینه. خب ولی نه، من حرف مارکس باور میکنم، مارکس فکر میکنم هدفش این بوده که واقعا جهان رو بهتر بکنه. خب نمیدونم، دروغ نگفته. خب ولی ببین، سیستم سرمایه داری میاد به جای اینکه از بالا به پایین بیاد بگه که چجوری بهزیستی رو افزایش بدیم، میاد یک محیطی رو به وجود میاره، خب که مردم در جهت افزایش بهبودی زندگی خودشون دارن باعث سود به بقیه کسایی میشن. یعنی شما یه محیطی دارید وجود میارین که یه قاعده های قوانین رو وجود میارین که تا وقتی یه کسی داره سرمایه‌اش رو افزایش میده که به بقیه ضرر میزنه، اونو جلوش رو میگیرین، بقیه رفتارهایی که با انگیزه سود به خودت تو داری انجام میدی باعث میشه که زندگی بقیه هم بهشون سود داده بشه و زندگیشون بهتر بشه. خب یعنی با این سیستم خودخواهی تو رو در نظر میگیره. خب یعنی این که انگیزه اصلی تو سود به خودت هست و اینو نمیذاره کنار، اینو میذاره وسط محاسبات، ولی با این حال باعث یه سیستمی داره میشه که زندگی همه داره بهبود پیدا میکنه. خب یه اشتباهی که، یعنی اشکالی که این حرف داره اینه که اومدی قانون رو با اخلاق دولت یا حکومت یا هر کسی که به مردم بده، من خیلی حواسم هست. قانون یه چیزی هست که برای اینکه آدما کنار هم زندگی کنن دولت‌ها وضع می‌کنن و آدما هم موظفن که اون اجرا کنن، چرا که اگر اجرا نکنن پنالتی داره. خب اما اینو فرض کن که من توی یه جامعه سکولار یا یه جامعه حالا هر چی با قاعده های سرمایه‌داری دارم زندگی میکنم، قانوناش هم خودخواهی منو در نظر گرفته ولی به اندازه کافی در نظر نگرفته. اگر من یه آدم اخلاقی نباشم، اگه توی اون قوانین باگ پیدا کنم که باگ هم هست، خب میتونم به راحتی یه آدم قانونمدار باشم که اخلاق مدارم نیست به راحتی. یعنی منظورم اینه که اخلاق رفت به این چیزی که میگی نداره. ببین خود اونا مجبورن تو قانون، من مجبورم تو قانون خودخواهی رو در نظر بگیرن چون ذاتاً آدم خودخواهن. خب ببین، پس متوجه نیستی، پس متوجه نیستی که ما اصلا داریم برای چی سیستم اخلاقی رو معرفی میکنیم. خب ما برای زندگی روزمرهمون خب خیلی نمیتونیم محاسباتی رفتار بکنیم. خب برای زندگی روزمرهمون همون بهتره که مثلا بهتره که البته اونم میشه محیطی رو به وجود بیاریم که مهربونی ارزش باشه، مردم مثلا وفاداری، محبت ارزش باشه. اینجوری نباشه که مثلا همه رو که نمیتونیم بیام کامپیوتر بکنیم که بیاد بگه که من این کارو بکنم سودش انقدره، ضررش انقدره، این منهای این انقدر میشه، پس من این کار اخلاقی نکنم. خب فقط همون گرایش به یک سری ارزش‌هایی که باعث به عبارت دیگه هم خودخواهی میشه. خب به عبارت دیگه من مثلا من اگه توی هواپیما
میبینم مثلا یه خانومی، یه پیرزنی نمیتونه مثلا بارشو بذاره بالا، خب میخوام برم کمک بکنم بهش، خب نمیام اینجا محاسبه بکنم که نمیام بشینم اینجا که خب من اگه پاشم به این خانم کمک بکنم راحتی خودم رو دارم از دست میدم، این ضررشه، ولی خب این خانم بهش کمک میشه و این خانم مثلا من راحتی من هزینش کمتر از سودیه که به این خانم داده میشه که اگه من بهش کمک بکنم، برای همین من پا میشم به این خانم کمک بکنم. ما نمیتونیم همچین انتظاری داشته باشیم که همچین محاسباتی بکنیم تو زندگی روزمرهمون که مثلا من همچین کاری بکنم یا نکنم. خب من اگه پا میشم تو هواپیما و این خانم که بارش انقدر سنگینه کمکش میکنم که بذاره اون بالا، به خاطر اینکه تو محیطی بزرگ شدم که برای این رفتار ارزش قائله و من خودخواهانه دارم این کارو میکنم. چرا خودخواهانه دارم این کارو میکنم؟ برای اینکه احساس خوبی بهم دست میده که همچین کاری کردم. خب دوست. یعنی احساس لذت میکنم به خاطر اون احساس لذتشه که یه همچین کاری کردم. خب و تو زندگی روزمرهمون اینجوری تصمیم میگیریم. خب یعنی زجر میبری اگر نکنین کارو. آره یعنی من اگه اینجا بشینم همینجوری نگاه بکنم این خانم پیرزن داره بار میذاره بالا من هیچ کاری نکنم، یه جوری عجب آدم عوضی هستم. ولی اگه مثلا این یه کاری رو مثلا اگه به قول من چکین نه بذار من حرفم تموم نشده بود علی. من ما وقتی داریم سیستم اخلاقی معرفی میکنیم، خب برای پیدا کردن اون قوانینه. تو میگی مثلا تو یه جوری میگی میگه قوانین با سیستم اخلاق و اینا فرق داره. خب بله، چیزی که قانون میشه میتونه اخلاقی باشه میتونه اخلاقی نباشه. خب ولی ما برای وقتی که داریم میایم میگیم چه سیستمی اخلاقی بهترین سیستمه، خب و بیایم محاسبات دقیق انجام بدیم، محاسبات بهتری انجام بدیم، برای معرفی اون سیستم هاست. اون مثلا توی سیاست، توی دادگاه، توی وکالت، توی چه میدونم مثلا سوشال میدیا، مثلا کامیونیتی گایدلاین سوشال میدیا، توی مثلا اداره ها، مثلا اگه بخوان یک قوانینی برشون تعیین بکنن که مثلا چه چیزی، توی مثلا تو محیط زیست، خب برای اون چیزها اونجا محاسبات سود این که یه محاسبات خوبی داشته باشیم، اونجا بسیار بیام دقیق‌تر، بیام محاسبه‌گرانه‌تر رفتار بکنیم، اونجا بسیار مهم‌تر میشه. خب تو زندگی شخصیمون نمیتونیم از هر شخصی انتظار داشته باشیم که یک کامپیوتر، یه رباتی باشه که هر روزمره داره این چیزا رو محاسبه میکنه. ولی حتی تو زندگی روزمره هم ما میتونیم یه تأثیری داشته باشیم با این محاسبات، ولی نه اینکه شخصی بیام همه چی رو محاسبه بکنیم، بلکه بیام ببینیم که محاسبه بکنیم که چه ارزش‌هایی رو تو جامعه رواج دادن باعث این احساسات خوب تو زندگی شخصی ما میشه. میدونم چه، یعنی حتی کاربردگرایی اونجا این به این شکل مؤثر خواهد بود که نه به طور مستقیم، خب که هر کسی بیاد محاسبه بکنه، بلکه بیایم محاسبه بکنیم که مثلا ما اگه تو ادبیاتمون، تو شعرامون، توی فیلمهامون، توی کارتونامون چه ارزش‌هایی رو تو جامعه رواج بدیم و مد بکنیم باعث کاربرد بیشتری میشه. و این به طور غیر و من تو زندگی روزمره حتی اگه خودخواهانه هم رفتار بکنم، چون جامعه من برای این رفتار ارزش قائله و من میخوام تو این جامعه قابل قبول باشم و برای مردم ارزش قائل باشم، اون رفتارها رو الگو میکنم و اون رفتارها رو انجام میدم، به خاطر اینکه از قبل کسای دیگه تصمیم گرفتن که رواج دادن این ارزش ها باعث کاربرد داره. من بگم بیا، من میخوام اینجوری بگم که باشه، الان تو میگی من تو یک جامعه بزرگ شدم که این چیزها توش ارزش بوده. منظور منو فهمیدی علی جان؟ متوجه شدم. خب یعنی متوجه منظورت شدم. الان حالا میگم تو اگه اینجوری فکر کنی متوجه شدم دور بیام بگم. میگم من توی جامعه بزرگ شدم، اینا واسهشون ارزش بوده و به خاطر همین نهادینه شده و اصلا این مورد قبول جامعه است. اگه بخوام تو جامعه ادامه بدم که سروایو کنم، اصلا باید اینا رو الگو کنم استفاده. خب من میگم که بیا یه نگاه به گذشته کنیم، یه نگاه هم به آینده کنیم. من میگم تو گذشته یا به خاطر اینکه سروایو کنم تو جامعه، یا به خاطر اینکه انقدر ارزش‌ها درونی شده که خودم لذت میبرم. در مورد میشه صحبت کرد دیگه، توی انتخاب این بعد توی بحث انتخاب برای کردن یا نکردن کار. سنو ببین، ما این ارزش‌ها رو رواج بدیم، سه نوع مختلف داره. خب یا یک کسی
یا یه کسی به خاطر اینکه قوانینی رو معرفی کردیم که اینا مجبورن این کار رو انجام بدن و این به نفع خودشون هم میشه حتی که خودشون هم نمیخوان، خب یا ارزش‌های رو رواج دادیم که اگه شما این ارزش‌ها رو الگو قرار ندیم برای زندگیتون، جامعه شما رو آدم پست و یعنی قبولتون نمی‌کنن، شما آدم بدی می‌بینن و شما می‌خواید قابل قبول باشین، برای همین این ارزش‌ها رو الگو می‌کنین که بقیه هم شما رو آدم خوب ببینن، که شما دوست دارین که بقیه شما رو بپسندن، یا اینکه اینا انقدر درونی شده که شما خودتون وقتی این کار رو انجام میدین ارزشی که برای خودتون قائل هستین افزایش پیدا میکنه. این لازم چه؟ یعنی حتی اگه بقیه هم نبینه، شما اگه یه کسی که به شما محتاج هست اگه کمکش نکنین، هر یه کسی هم نبینه احساس ناراحتی میکنین، بخاطر اینکه فقط دیدگاه بقیه برای از شما مهم نیست، دیدگاه خودتون از خودتون هم براتون مهمه و این باعث ناراحتی شما میشه اگه خودتون رو یه آدم پستی ببینین. باشه خب من اینجوری میخواستم اینو بگم، میگم دقیقاً این ستایی که میگی و میخوام برمش صحبت کنم چون کاتگوریز کردم بهتر فقط یه سری بگم. ببینید نگاه به گذشته میکنم که جامعه مثلا حاکمیت های خیلی متمرکز و خیلی قواعدی که بشه مثلا حتما موفق باشن که حکومت ها بتونن قواعد رو پیاده کنن به این شکلی که امروز هست نبوده، و از اون طرف هم یه نهادی پیدا شده به اسم دین که اومده مثلا پلیس رو گذاشته توی آدما، خب یعنی گفته که فلان کارو بکنید میرید بهش، فلان کارو بکنید میرید جهنم. خب یه تاثیر مثبتش این بوده که آدما توی خلوت خودشون با خودشون گفتن خب من فلان کارو بکنم میرم بهش جهنم، یعنی پنالتی توی خود آدم چت، یعنی حتی اگه لذت شخصی خودش هم بوده میگفت من نمیکنم. خب این گذشته بوده، حالا الان این اتفاق داره میفته. یه آینده رو تصور کنیم که حکومت متمرکز رو فرض کنیم که از بین رفته، خب و ادیان باید داره نزدیک 300 از این رفتن، یعنی هم حکومت های متمرکز از این رفتن هم ادیان از این رفتن. من با خودم تنها یعنی بحث زندگی فردی رو دارم میکنم چون بالاخره تنها سیادم مخالف شده. خب سه تا دلیلی که گفتی که من به خاطر سروایو کردن و به خاطر اینکه جامعه منو قبول کنه میتونم اخلاقی رفتار کنم، یا به خاطر اینکه درونی شده و خودم نذارم اینکه سروایو کنم، من میتونم به قول معروف کارهای غیر اخلاقی خودم که جامعه قبول نداره پنهانی انجام بدم که کسی مثلا نبینه. خب من لذتمو ببرم، منفعتمو ببرم. خب که چی؟ محدودش کردی؟ نه محدودش نکرد، دارم میگم این سه تا دلیلی که میگی فقط از این دلیلا دلیل درونی قابل قبوله، که اون دلیل درونی هم وقتی من به قول معروف بین لذت بیشتر و کمتر خودم بخوام انتخاب کنم میتونم یه کار غیر اخلاقی رو انتخاب کنم. منظورم اینه که خب میتونی که میتونی، ما کمترش کردیم، جامعه رو بهتر کردیم، همه چی که صفر و صد نیست. ما که نگفتیم که علی جان ما که نگفتیم که با این کار همه چی هست میشه. خب ما یه سیستمی معرفی کردیم که حتی کسایی که نمیخوان اخلاقی باشن اخلاقی دارن رفتار میکنن، هم به نفع جامعه است هم به نفع خودشونه. این همه داره جواب میده، بعد تو داری میگی که این قابل قبول نیست. هم میگم جواب داره جواب میده. این جوابی که الان داره میده به خاطر اینکه هنوز اون چیز ریشه هایی که از گذشته اومده تا الان هنوز اونا هستن، و ضمن اینکه قوانینی که حکومت ها هم وضع کردن تازه بر اساس همون است. خب در طولانی مدت اگه اینا از بین بره، یعنی این تمرکز حکومت ها از بین بره و ضمناً این بیسایی که از قبل بوده از بین بره که در حال از بین رفتنه، به نظرم این جور استدلال کردن برای اخلاق جواب نمیده. تمرکز قدرت ها از بین بره یعنی چی؟ منظور چیه؟ ببین الان حکومت برای اینکه مردم رو کنترل کنه یه سری قواعدی میذاره که اینا باعث میشه کنترل روی فرد باشه. خب توی اجتماع مثلا کم و زیادش اون شده. ببین ما وقتی علیه تمرکز هستیم علیه قانون که نیستیم، که قانون باید سر جاش بمونه. خب اتفاقا کشورهایی که تمرکز قدرتشون تو سیاست کمتر بوده قانونش قوی تر بوده. خب وقتی تمرکز قدرت توی سیاست یک کشور بیشتر باشه نقض قانون راحت تره. مثلا تو جمهوری اسلامی بخاطر اینکه تمرکز قدرت یه چیزی هست، ما یه سری بنیانهایی مثلا ماورای قانون میشن. خب وقتی که یک سیاست یک کشوری قدرتش متمرکز نباشه مسئولیت پذیریش بیشتر میشه، خودش هم دیگه ماورای قانون قرار نمیگیره، قسمت‌های مختلفش بخش خاصی رو از قانون بهت میگه، قانون قوی تر میشه، قانون ضعیف. خب اگر قانون قوی تر بشه چیزهایی رو میتونه به مردم بگه، یعنی چون بیشتر جامعه مردم هم دیگه، قانون نمیتونه چیزی باشه که همه مردم بتونن رعایت کنن، چیزهایی رو میتونه در مورد مردم باشه بهشون در واقع القا کنه یا ازشون بخواد
که اکثریت جامعه قبول دارن و فکر میکنم این متدی که ما داریم میگیم یعنی از لحاظ ببین علی جان همه حرفی که داره میزنی کاملا واضحه که اشتباهه. ما جامعه داره جامعه ها دارن بیدین و بیدین تر میشن، اخلاقیات ما داره پیشرفته تر و پیشرفته تر میشه، داره بهتر و بهتر میشه، از قانونی هم داریم قوی تر و قوی تر میشه. اتفاقا کشورهایی که از دین، مثلا شما نگاه کنید، مثلا هم بسیار داریم ما، مثلا کشورهایی مثلا توی اروپا غربی یا کشورهایی مثلا اسکاندیناوی، کشورهایی که از دین جداتر و جداتر شدن، از لحاظ ببین از لحاظ اخلاق جمعی مردم اونجا هیچ کمبودی نسبت به جای دیگه ندارن. چیزایی که براشون ناراحت کنه، مثلا چیزایی که براشون شوکه آوره، چیزایی که براشون غیر اخلاقی حساب میشه، اصلا کارش پیدا نکرده، از نسبت به جامعه دینی بیشتر هم شده. جامعه های دینی جامعه هایی بودن که بردهداری براشون مشکل نبود، تجاوز به بچه براشون مشکل نبود، سنگسار کردن مشکلی نبود. الان اینا به شدت زشت و غیر اخلاقی. مشکل چیه؟ مشکل اینه که تو جامعه دینی بیدین شدن این چیزها رو، حساسیت ما رو به این چیزها رو کاهش نه تنها کاهش نداده، افزایش هم تازه داده. و تازه این کشورها هم که از ما داریم از دین جدا میشیم، قانونمندتر و قانونمندتر هم دارن میشه. من نمیدونم شما قانون با پیشرفت نه 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 جدا نیست، چون یه سری مقایسه هایی میکنی که بیس واقعی ندارن، چون میای اروپای من مثلا بیس کاملا غربی الان رو به اروپای غربی به قول معروف 1400 سال پیش مقایسه کن که بردهداری تو اروپای الان هم الان مشکل داره، اون موقع مشکل نداشته. خب اون موقع در 1400 سال خب میگم اروپا رو با اروپا مقایسه کن، یعنی اروپا غربی باشه، اروپای باشه، چشم علی جان، اروپا نه. اروپا رو با اروپای دینی مقایسه. خب این حرفی که تایید نمیکنه که توی استعدادها یه مثالی رو میاری که چی نیست. اگه قانون، اگه قانونمندی میشه، خاطر اینکه ابزارهای رسد اروپا رو با اروپا مقایسه کن، چشم، اروپا رو با اروپا 1400 سال پیش مقایسه میکنم، به عبارت اینکه اروپای نسبت به اون موقع بیدینه با اروپای قرون وسطا که به شدت دینی بود میخوای مقایسه کنم؟ آره یه حرف من که داره تایید میکنه که حرف تو رو تایید میکنه، تو برای تایید حرفت داری میگی که ببین اصلا نمیخواستم وارد این بحث بشم، یعنی این بحث داری میره یعنی هی عقب و عقبتر داره میره. حرف من این بود که اگه تو داری میگی قانون پیشرفت کرده، قانون مداری زیاد شده، به خاطر اینکه ابزارهایی که آدما رو رصد میکنن پیشرفت کرده، یعنی تو بیشتر تحت نظر هستی نسبت به قبل. خب در نتیجه بله، چون پنالتی ها رو بیشتر میشه بهت اعمال کرد و قانون مداری اخلاق مداری نداره، اخلاق یه چیزی فرق، یعنی یه چیزی که فرد میتونه خودش رعایت کنه. همین الانم که این قابلیت ها وجود داره، جامعه های دینی رو مقایسه کن با جامعه غیر دینی به طور میگه. خب چطور مقایسه کنم؟ با چی؟ یعنی ابزار برای مقایسه داری؟ بله، من که چه ابزاره؟ آمارهای قبلی که نشه، من برنامه داشتیم کلی آمارها رو مقایسه کردم، الان که در دست رسن دارم، ولی برنامه قبلی ما که دیده بودید جامعه های بیدین که من مقایسه ها رو من قبلا نشون داده بودم. یعنی مثلا اگه مردم آمریکا تو برای حرفت سند داری که ما اگه بدون من دارم میگم مردم آمریکا، من مثالشو زدم، برای سند داری مثال نه سند داری برای سند ندارم نه خب. من آخه اصلا نیازی به سند ندارم، چون ادعای کلی نمیکنم که بخوام سند بدم. من دارم میگم به خاطر این دلیل، نه من دارم ادعای فردی میکنم، ادعای اجتماعی میکنم که من دارم میگم به خاطر اگه دارم مثلا ادعایی که من میکنم چیه، میگم آقا چون تکنولوژی پیشرفت کرده تو بیشتر تحت نظر هستی، در نتیجه احتمالاً قانون مداری بیشتر شده. تو ببین ادعا چیه تو، نه ادعای اولی چی بود؟ ادعایی که میگفتی که ما به خاطری که داریم از دین جدا میشیم چه اتفاقی قرار بیفته برای اخلاقیات ما؟ نه من نمیگم دین داریم، دارم میگم ریشه های ارزش هایی که تعریف میکنی. خب قبلا که حکومت ها به این شکل قوانین اینقدر متمرکز نبود، قبلا منظورم مثلا چند صد سال قبل قوانین به شکل متمرکز نبوده، ابزار تحت نظر بودن مردم نبوده و اینا. کار دین چی بوده؟ به صورت ایولوشنری کار دین این بوده که پلیس رو بیاد بده توی خود آدم ها که جان ها رو آروم بزن. راهلش چیه؟ تو میگی الان این مشکل چیزی که ما داریم ارائه میدیم جواب من دارم میگم چیزی که تو داری ارائه میدی بیس نداره خودش. خب اونا ارزش رو داره جواب داره میده به خاطر اینکه روی بیس دیگه سواره، اون بیسو بکشی با کله میذ تو زمین. خب تو داری ارز از یعنی اسکی میدی رو ارزشا که اصلا بیسش انگیز ها فهمیدم. پس
چرا میخواستی بزنی زیر انگیزه ما، خب که ما دوست داریم جهان بهتر باشه. تو داری میگی که ما داریم روی بیس دینی کار میکنیم، روی بیس ارزش هایی که دین اومده تعریف کرده داری کار میکنیم. چرت محسب، کاملا مزخرف. خب بگو دارید خب دارم میگه فکری تموم شد رفت، فکری بس هم گفتم که دیگه نگم. ببین تو اتفاقا پایه ای رو چیزی رو که دین، اون ارزش هایی که دین معرفی کرد که بعضیش خوب بعضیش که نه، بعضیش که خوب بود که دین معرفی نکرد، بعضیش که دین ادعا میکرد که ما معرفی کردیم، خب چیزهایی بود که همون پایه‌ای بود که توی ذات انسان بود، خب و چیزهایی رو که دین معرفی کرد همه چیزهای مضر بود. خب دین چیزی پایه‌ای به ما معرفی نکرد، پایه‌ای که وجود داشت همون ذات انسان و علاقه انسان به ذاتن جامعه‌گرا، انسانی بود که احتیاج داشت به محبت، انسانی بود که احتیاج داشت به عشق، انسانی بود که ذاتن احتیاج داشت و علاقه داشت به همکاری. خب اون پایه‌ای بود که دین رو همون پایه‌ای که ما الان رو اون پایه داریم. تو شاید به این دلیل فکر می‌کنی که ما داریم روی پایه دین کار می‌کنیم، به خاطر اینکه دین روی اون پایه کار شروع کرد، یه چیزی ساخت که ما هم داریم رو همون پایه کار می‌کنیم. خب ولی دین وقتی که رو اون پایه کار کرد، اون یه چیزی بسازه، اون چیزهایی که ما ذاتاً بهش علاقه داشتیم و واضح بود برای هممون، دین اومد ادعا کرد که من دارم اینا رو به شما میدم، خدا داره اینا رو به شما داره میده. خب خب این که مثلا به بچه‌تون علاقه داریم، به محبت می‌خوایم بکنی، اینا مثلا این هدیه ما به شما، ما داریم معرفی میکنیم که مثلا دزدی بده، قتل بده، چه می‌دونم فلان اینا. خب در صورتی که اینا کالا اصلا از دین گذشته، قدیمی‌تر از دین‌های ابراهیمی و اینا بودن. خب اصلا قدیمی‌تر از زمانی بودن که دین بخواد اصلا اخلاقی باشه. خب ما از تمام تمدن انسانی که داریم قسمت خیلی محدودیش دین با اخلاقاتی بود، اکثرش دین با اخلاق قاطی نبود. تو این ادعای تو کاملا اشتباهه، برای اینکه ما داریم میبینیم که حتی زمانی که دین ها اخلاقی نبود، ما فلسفه اخلاق داشتیم. پس تو نمیتونی بگی ما داریم رو پایه‌های دینی کار میکنیم. شما نگاه کنید، قبل از ادیان ابراهیمی، سقراط و افلاطون و فیثاغورس و ارسطو و اینا کلی فلسفه در روی اخلاق و اینا داشتن. تمام ببخش الان نه اپیکوریوس، اپیکوریوس یونان باستان، سالیان سال قبل از اینکه ادیان ابراهیمی بیان ادعا بکنن که اخلاقیات یه چیزی ربط داره به خدا و الهیات و اینجور چیزا، بسیار قبل از اون. پس این کاملا مزخرفه که شما بگین کاربردگرایی ما داره روی پایه‌های دینی کار میکنه. خب اونا فرق ما با دین، با ادیان ابراهیمی اینه که ما میدونیم داریم، ما نمیگیم که ما داریم نیاز به محبت، نیاز به انسان دوستی و اینا رو کاردور گرایی داره میاد به شما هدیه میکنه. خب دین یه همچین ادعایی میکنه، ما یه همچین ادعایی نمیکنیم. ما داریم میدونیم که این طبیعت اینا به ما هدیه کرده، نه خدا، نه دین. ما داریم روی اون کار میکنیم که مؤثرترش بکنیم. خب چون طبیعت فقط من گذاشتم حرف بزنم، بذار منم حرف بزنم. خب من میگم چیزی که دین معرفی کرد، خب این بود که یه دروغ به ما گفت که اینا رو ما معرفی کردم، و چیزی که خودش اضافه کرد همه چیزای مضر بود. خب ما برعکس دین با کاربردگرایی همون طبیعت رو داریم، چیزی که طبیعت به ما هدیه کرده رو داریم میگیریم، داریم میگیم این خوبه، مرسی، محبت و اینا خوبه و اینا مفیده و اینا همکاری و اینا مفیده و اینا، ولی برای زندگی تمدن امروزی این کار ساخته نشده. این چیزی که طبیعت به ما داده برای یه قبیله 150 نفری خوبه، برای یه تمدن جهانی امروزه ناقصه. خب باید بهبودش داد. ما کارمون اینه.
خب چند تا نکته میخواستم بری قبل از دین میدونم بابا جان وقتمون کمه ولی من نمیخواستم داور با این مجبورشم جواب بدم خیلی از بچه‌ها میگن دیگه خیلی وقت هم از سریم این قضیه رو دنبال میکنیم من فقط میگم ما مورد این که بقا من نگه نگه مالبین چقدر برام طول میکشه چون من خود منم باید برم و من فقط سلف مجید و تام پنس و هادی رو میرم بالا کوتاه همشون میگن بعد میریم اوکی چون خودم دو وقت قرار ملاقات دیگه کسی نیاد بالا من اینو بعد بگم که شما گفتی که خواست بری قبل از دین رفتی دوره سقراط و افلاطون و اپیکور و اینا که اصلا اینو بحثه که بحث اینه که اصلا دین چیه دین یه سری حرفایی که یه آدمایی اومدن زدن دیگه خود سقراط میرفت تو پابرهنه تو کوچه های یونان میگشت مردم رو نصیحت می‌کرد اصلا گوش نمی‌کنی بعد تو گفتم قبل از اینکه دین و اخلاقیات اینقدر با هم یکی بشن برای همین گفتم ادیان ابراهیمی تو متوجه میشی من چی میگم یعنی خیلی واضح دارم میگم تو میگی که خب ببین علی گوش نمیکنی من دارم چی میگم تو میگی که اون موقع هم دین بوده تو فکر میکنی من نمیدونستم زمان سقراط و افلاطون اینا فکر میکنی من نمیدونستم دین بوده من اصلا درباره دین یونان زمان باستان اون موقع داشتم نگاه مطالعه میکردم که اون موقع چه تأثیری روی فلسفه اون زمان داشته معلومه که اون زمانم دین بوده من نگفتم که اون موقعی که بندم همه بی‌دین بودن من داشتم درباره موقعی صحبت میکردم که ادیان ابراهیمی اومدن که یه مقدارم از زرتشتی کپی کردن که اخلاقیات رو انقدر با ادیانشون قاطی کردن که دین خودشون رو منبع اخلاقیات دونستن ادیان قبل از ادیان ابراهیمی یا اینکه ادیان زرتشتی همچین ادعاهایی رو انقدر نداشتن یه مقدار کمتر البته باشه من الان بحث میکنم احتمالا یه بار دیگه بیام بازم صحبت کنیم چون وقت کمه باشه باشه بیس خوبی بود حالا حداقل یه سری چیزایی رو متوجه شدم چه فکر کردم ولی مرسی نه حتما نه این بحث داریم بولا فکر میکنیم مرسی اوکی مرسی سلام خوب